سلام هم به همه شما دوستان عزیزم، سوده به یزدی برنت هستم و این برنامه راجع به مود سوینگ هستش. نه اینکه خدای نکرده شما ها جز اون گروهی هستین که مودتون مرتبا بالا و پایین میشه، ولی تا اونجایی که من در جریان هستم و به خاطر اینکه من خیلی جلسه خصوصی میذارم، میدونم که یکی از داستان هایی که ما خیلی باهاش استراگل میکنیم همین قضیه مود سوینگ هستش. در سال پیش من یک کورس کامل استرولوژی و نومرولوژی که ستاره شناسی و عدد شناسی میشه رو درس دادم و در اونجا صحبت کردیم راجع به اینکه خب بعضی از ساین ها قاعدتا بیشتر موداشون بالا و پایین میشن و ما میدونیم که یکی از اونها فرزن جمنای دوقلوهای ما که به خاطر دو شخصیتی که هستن و چون که سیارهشون مرکوریه و باد المنتشون خیلی سریع این بر اون بر میشن، اونها خیلی درشون مودسوینگ یا دوگانگی به وجود میاد. ولی کلن ما ساینهایی که آبکی هستن، مثل چی؟ مثل پایسیس که ماهی ها هستن، کانسر که کانسر چی میشه؟ خرچنگ، و همینطور سکورپیو عقرب. اینا معمولا به خصوص کانسریا چیز چی بود؟ کانسر چی میشد؟ بگو. خرچنگ، اینا خیلی بیشتر بالا و پایین دارن. حالا راه حل برای این قضیه چی هستش؟ یکی از چیزها دوستان در این زمینه و مهمترین قضیه اون آگاهی هستش که من و شما در هر لحظه حواسمون هست که چی داریم فکر میکنیم و چه احساسی داره میاد. خب خود من سالیان سال تمام مدت دوستان عزیزم انقدر که در خشم بودم و با همه دعوا داشتم و به خاطر اینکه OCD داشتم و بیماری وسواس، هیچ کس هیچ وقت در کنار من درست کار نمیکرد، همه مثل لاک پشت حرکت میکردن، چرا انقدر همه آهستن، تند و تیز نیستن، نمیدونم چرا کارشون رو بلد نیستن. نتیجتا خیلی از اوقات من عصبانی بودم و دست افراد هرس خوردم و دائما این احساس خشم من بالا و پایین میشد. این روزها که مثلا روی خودم یه مقدار زیادی براتون بگم، 10-15 ساله که کار کردم و یه مقدار روی این قضیه تغییرات به وجود اومده، الان من دقیقا آگاهم که وقتی که یه فکری دارم میکنم که این فکر چه کانسکوئنسی داره، یعنی با این فکر مرحله بعدی و چیزهایی رو که میتونه با خودش به وجود بیاره اونا چی هستن. خب بنابراین زمانی که من آگاه هم راجع به این مسئله، خیلی سریعتر آگاه میشم که به اینکه حسم چیه. نتیجتا برای خود من به محضی که متوجه میشم که حسم تغییر کرد، حالا یا یهو غمگین و افسرده شدم پایین اومدم، یا یهو خشمگین و عصبانی شدم خیلی بالا اومدم، به محضی که متوجه تغییر این احساس میشم، فوراً به خودم میام، یکی دوتا حتی سه تا بهتر از یکی دوتاست، نفس عمیق از ته شکم میام دقیقاً توی مرکزم و بعد میگم که چطور بلا فاصله این احساس بد رو با یک حس خوب دیگه عوض کنم. نتیجتاً از خودم میپرسم که چه چیزی خیلی منو خوشحال و سرحال میکنه. اگر فرزن چه میدونم رسیدن به آرزوم و هدفه، بلا فاصله میام تو این که او الان که من دارم این کارو میکنم، تلویزیون خودم رو دارم و این همه بیننده دارم فلان اینا، به محضی که ذهنم رو تصورم رو میبرم روی اون چیز، آرومریکلی حس و احساس من عوض میشه. اوکی؟ پس نتیجتا مهمترین قضیه برای مود سوینگ آگاهیه. حالا خود آگاهیه کلی مسئله مهم و خودش داستان داره. بنابراین بچه‌های عزیز، برای کسایی که میخوان روی این تیکه واقعا کار بکنین، توی آنلاین کورس من اون 18 تا کلاسی که دارم، کلاس اولش که من کی هستم، تا من و شما نفهمیم من و شما کی هستیم، تازه همه این حرفایی رو که ما زدیم فکرم چیه، احساسم چیه، نه فکر منه، نه احساس منه. اوکی؟ پس توی آنلاین کورس کلاس اولش من کی هستم، کلاس دوم مایندفولنس، در این لحظه حضور داشتن کاملا به این قضیه کمک میکنه، و رسیپی همیشگی ما مدیتیشن. اینا سه تا کلاسای اول آنلاین کورس هستش. همتون رو میبوسم، امیدوارم که این به شما کمک کرده باشه. یادتون نره سابسکرایب کنین، لایک کنین و شیر کنین. تا برنامه آینده، I love you.